در نفوذشماری اهالی در سال آینده مقامات به کدام دین منسوب بودن ساکنان را هم دقیق میکنند. طبق تغییراتی که به قانون در باره بروی خدگیری اهالی وارد شد، از جمله سؤالی به کدام دین منسوب بودن شهروندان ایلوه گردید. تغییرات در قانون بعد از امضای پرزیدنت حکم اجرا میگیرد. ضمن معرفی گفته شد پرسش منسوبیت دینی ساکنان در اکثر دولت ها تجربه شده است. در بروی خدگیری اهالی که از سالهای 2000 در بسیاری دولت ها گذرانده شده بود، سوال آید به منسوبیت به این یا آن دین در سوالنامه 86 دولت ها موجود بودند. از جمله 74 دولت های رو به ترقی و 12 دولت های ترقی کردند. جامعه شناسان میگویند معلوم کردن شماره اعتقادمندان به دین و مذهب های گوناگون در اکثر کشورهای جهان یک کاری معمولی است، ولی در تاجیکستان به جز پیروان دین اسلام احتمال پیروان دیگر دین ها اعتقاد واقعی خود را آشکار نکنند. ساکنان به این تغییرات نظرهای گوناگون دارند. در برای دین شما پرسند که به کدام مذهب؟ نه نوتوریه در یه تکه نطوریه، طوری نمیگلتر. برای چی؟ خب برای چی با یه چیز میشه، چی میگن؟ همدیگری در طوری نمیگلتر، بعد میکوان دلی همدیگری در. همچون انسان قبول کرده میشه، شبه. بفیر شما درست است از روی اتیکا پرسیدن در برای دین و مذهبی؟ درست است. زمینی سرشماری اهالی در 12 ساله گذشته سوال پیروی بدین پرسیده نشده است. مقامات تاجیک بارها گفتند که اکثر شهروندان کشور مسلمان و پیروی مذهبی حنفی و قسمان اسماعیلی هستند. درباره اعتقاد پیروان دیگر ادیان آماری گوناگون صدا می دهد. استانداردهای بین المللی برای خدگیری هست و اونم وای خصوصیت تفسیری دارد و تمامی چیگوی ممین معین نمودنی تعداد اهالی، تعداد خانه‌ها و دیگر مسائل در نبتیمون نیز مسئله منسوبیت هم هست. این چیزو این همش نه از روی مجبوری یا که تصدیقات است، از روی گفته و از روی تصدیقی که خود شهروند میکند و خودش میتواند این چیزو رو خبر رساند و که خبر نرساند. در تاجیکستان معمولا در 10 سال یک بار آژانسی آمار در همکاری با دیگر سازمان‌های داخلی و خارجی اهالی کشور را روی خط میکنند. اتفاقاً در سال 2020 در بسیاری از کشورهای جهان سرشماری اهالی جریان خواهد گرفت. شادمان یتیم، افسانه اکبرشایه و آزادی دوشنبه.